درود بر شما هموطنان و همراهان گرامی کانال خبری آوای ایران. امروز هم با مهمترین رویدادهای خبری با شما هستیم، با این تفاوت که میتونید این بسته خبری رو برای تمامی اقشار خاکستری، مذهبی و خفتگان در خواب غفلت که در اطرافیانتون میشناسید بفرستید تا بدونن چرا باید 25 شهریور در خیابان باشند. پیام مهم یک سپاهی چشم در چشم خامنه ای، بساط فساد را جمع کن. نام پاک ایران روی نبیره ویرانگر ایران دختر نتیجه خمینی ایران نامیده شد. با افزایش هراس حکومت از سالگرد جنبش مهسا، اعضای خانواده حنانه کیا هم بازداشت شدند. با مشروع خبرها همراه باشید، اما پیش از اون ویدیوهایی ببینید از رویش دوباره شجاعت در خیابانهای میهن عزیزمان. مرد بر دیکتاتور، مرد بر خامنه‌ای، مرد بر دیکتاتور. آقا بفرما، تو امید آزادی ایران هم درود مردم شریف ایران، نوید افکاری است. پیام مهم یک سپاهی چشم در چشم خامنه ای، بساط فساد را جمع کن. در پی انتشار ویدیوهای غیر اخلاقی از فساد اخلاقی مقامات مسئول و اعضای جامعه روحانیت در ماه‌های اخیر و همچنین خبر خودکشی یک طلبه زن عضو جامعه الزهرا به دلیل تعرض جنسی یکی از مدیران حوزه علمیه به او و باردار شدن این دانشجو، جلال مدبر از بنیانگذاران سپاه در پیامی ویدیویی خطاب به علی خامنه ای خواستار تعطیلی حوزه علمیه قم شده و از او خواسته سرش را از زیر برف بیرون بیاورد. در خبری که مدیر رادیو گیلان در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا منتشر کرد، گویا یکی از طلبه‌های دختر جامعه الزهرا به دلیل باردار شدن از یکی از مقامات مسئول دست به خودکشی زده است. خانم فاطمه حسینی که از کشور افغانستان شهر یکی از روستاهای شهر هرات بودن، ایشون رو برای کارآموزی فرستاده بودن به ستاد همکاری حوزه علمیه قم و آموزش و پرورش، یک اداره ای بوده، حالا نمیدونم چه کارهایی رو انجام میداده. این خانم رو میفرستن برای اونجا به صورت کارورزی، که این بنده خدا وقتی متاسفانه میره اونجا برای کارآموزی، ریاست اون ستاد همکاری حوزه علمی قم و ریاست ستاد همکاری حوزه علمی قم و آموزش و پرورش نسبت به این دختر خانم تعرض میکنه، تعرض جنسی میکنه. با آنجا مسئله پیش میره که این خانم حامله میشه، این دختر خانم، یعنی خانم فاطمه حسینی. و جالب اینجاست که این خانوم قبل از اینکه اقدام به خودکشی بکنه، اول میره آزمایش میده و وقتی مطمئن میشه که حامله شده، با یکی از مسئولین خودش که استاد خودش هم در این حوزه بوده صحبت میکنه و اونجا به ایشون میگه که من متاسفانه گول صحبت‌های این حاج آقایی که رئیس اون ستاد هست رو خوردم
و الان ایشون به من قول داده بودن که با من ازدواج خواهند کرد. من البته اون حاج آقای همسر داشته، به ایشون قول داده بود که شما به عنوان همسر دوم من خواهید بود، مشکلی نیست و اینها. ولی وقتی که فهمیده بود این خانوم حامل شده، ایشون رو پس زده بود، گفته بود نه ما هیچ مرابطاتی با هم نداریم، اگر بخوای زیادی هم پاتو از گلیمتم بالاتر بذاری من بر علیه شما اعاده حیثیت میکنم، شما میخوایی به اسلام، به دین، به حوزه از یک کشور دیگه هم آمدی و میخوایی یک کاری بکنی که ما تضعیف بشیم در جهان اسلام. و به همین خاطر این خانوم میاد با یکی از اساتید خودش صحبت میکنه، میگه حالا این اتفاقی که برای من افتاده، من از اونجایی که از افغانستان آمدم و پدر مادر من و برادران من بسیار آدمهای مذهبی و خوشی هستند، اگر بدانن یک همچین اتفاقی برای من افتاده، من رو به دار مجازات میکشونن، شما زحمت میکشید با این حاج آقا صحبت بکنید، اگر امکان داره من رو به عقد خودش، یعنی من رو به عقد خودش در بیاره. که همونجا هم همین خانومی که ایشون با ایشون مشاوره کرد، ایشون رو پس میزنه، میگه تحت هیچ شرایطی این موضوع رو نباید جایی بازگو بکنی، ما کاری برای تو میکنیم که تو بری بچه رو بندازی. که بعد از این میشه این دختر خانوم میاد با دوستان خودش، همونایی که تو همون خوابگاه باهاش بودن، حالا امتلاس بودن، چیزی که بودن، با اینا در میان میذاره و میگه که من یک همچین بلایی سر من آمده، من چه کار باید بکنم. ولی وقتی میبینه هیچ اتفاقی براش نمیفته، یک روز همه صبح بلند میشن میبینن ایشون خودکشی کرده. همین خانم دانشجویی که با من ارتباط گرفتم، البته اینم خدمت شما عرض بکنم، بعد از اتفاقی که برای خانم حسینی، اون خانم فاطمه حسینی از کشور افغانستان، اون فاجعه‌ای که رخ میده، خیلی از پدرها و مادرها، خانواده‌ها میان بچه‌های خودشون از جامعه الزهرا میبرن، که یکی از اون افراد این خانم بوده. یعنی ایشون تنها نبود که الان بیاد لو بده و فردا دیر بیفته، نه، تعداد بسیار زیادی بودن که آمدن، یکی از اینها حالا داره این روایت رو برای ما نقل. در پی انتشار این خبر و خبرهای مشابه طی ماه‌های اخیر، جلال مدبر از فرماندهان ریزشی سپاه پاسداران در پیامی ویدیویی خطاب به علی خامنه‌ای گفت: آقای خامنه‌ای، حوزه‌های علمیه را تعطیل کنید. آمار دلالت دارد به سقوط اخلاقی همه‌جانبه جامعه، که از آن بدتر و اسفبارتر آمار سقوط اخلاقی بین مسئولین و آخوندها و از همه فجیع‌تر آمار روزافزون ضد دینی لوات، به طوری که از حجم بالای لواط‌ها صدای رائفی پور مرید خودتان هم درآمده و میگوید یک دقیقه به هم تجاوز نکنید که ببینیم مملکت چه خبر است. و عجیب‌تر آن که شما که در همه امور، حتی امور جزئی دخالت و موضع میگیرید، تا به حال در مورد این عمل شنیع لواط که وهن اسلام و کشور است موضعی نگرفته اید، و همین عدم انذار و توجه مبهم شما ایشان را جریتر و حریص‌تر و عمل ننگین خود را آشکارتر نمود و همچنان نیز بر مسند قدرت نشسته و هیچ گونه اخباری مبنی بر عزل و محاکمه و اعدام آنها شنیده نمی شود. پس دستور بفرمایید نسبت به اجرای فوری انقلاب دینی و فرهنگی و تعلیق کلیه فعالیت‌های حوزه علمیه در سراسر کشور اقدام نمایند، و اگر شما موافق باشید حتما در گزینش آنها و مسئولین نظام تست دخول گرفته شود. 25 شهریور، همه با هم از همه جا. سید جلال مدبر، دبیر سابق انجمن اسلامی آمریکا و کانادا و از بنیانگذاران سپاه پاسداران. خروج از سپاه سال 58. دوم شهریور 1402، تهران، نارمک. آقای خامنه‌ای، حوزه‌های علمی را تعطیل کنید. پیامبر قوم لوط صلی الله علیه و سلم به لواطگران قوم خود فرمود: این کار زشتی که شما مرتکب می شوید، هیچ کس از جهانیان در آن از شما پیشی نگرفته است. سوره مبارکه اعراف آیه 80. آقای خامنه‌ای، هرچه سریعتر فعالیت حوزه های علمیه در سراسر کشور را به حالت تعلیق درآورده و برای تهذیب آنها دستور انقلاب دینی و فرهنگی صادر بفرمایید. آقای خامنه‌ای، همان گونه که مستحضر می باشید به منظور رشد و تعالی امور فرهنگی و اخلاق مداری در جامعه و به خصوص میان مسئولین نظام
بیشترین اعتبار از طریق بودجه‌های هزاران میلیاردی سالیانه خزانه ملت فلاکت زده به حوزه‌های علمیه اختصاص می‌یابد. ولی متاسفانه آمار دلالت به سقوط اخلاقی همه جانبه جامعه و از آن اسفبارتر آمار سقوط اخلاقی بین مسئولین و آخوندها و از همه فجیتر آمار روز افزون ضد دینی لواط، به طوری که از حجم بالای لواط ها صدای رافعه پور مرید خودتون هم در آمده و میگوید یک دقیقه به هم تجاوز نکنید ببینید مملکت چه خبره. و عجیبتر آنکه شما که در همه امور حتی جزئی دخالت و موضع میگیرید تا به حال در مورد این عمل شنیع لواط که وهن اسلام و کشور است موضع نگرفتید. و همچنین به همین عدم انذار و توجه مبهم شما ایشان را جریتر و حریستر و عمل ننگین خود را آشکارتر نموده و همچنان نیز بر مسند قدرت نشسته و هیچ گونه اخباری مبنی بر عزل و محاکمه و اعدام آنها شنیده نمی شود. آقای خامنه‌ای، دانشگاهیان شریفند و هیچ نیازی به انقلاب فرهنگی ندارند، اما برای حفظ کرامت اسلام و حفظ آبروی کشور و شأن و منزلت حوزه‌های علمیه و مراجع لازم است دستور بفرمایید تا پاکسازی کامل حوزه‌های علمیه و محاکمه و کوتاه کردن دست ناپاک نفوذی‌های بدنام و بدخواه حوزه‌ها نسبت به اجرای فوری انقلاب دینی و فرهنگی و تعلیق کلیه فعالیت‌های حوزه‌های علمیه در سراسر کشور اقدام نمایید. و اگر شما موافق باشید حتما در گزینش آنها و مسئولین نظام تست دخول گرفته شود. 25 شهریور همه با هم از همه جا. سید جلال مدبر، دبیر سابق انجمن اسلامی آمریکا و کانادا و از بنیانگذاران سپاه پاسداران، خروج از سپاه سال 58، دوم شهریور 1402، تهران، نارمک. علاوه بر ویدیوهایی که از فساد اخلاقی جامعه روحانیت در این مدت منتشر شده و صدای اقشار مذهبی را هم درآورده، انتشار ویدیوهایی از این دست از سخنان یک آخوند است که با ادبیات بسیار سخیف و طلبکارانه در مورد اینکه چطور در جیب مردم دست می کنند و کسی هم حق اعتراضی ندارد، موجب ریزش های روزافزون در اقشار مذهبی و حامی حکومت شده و تنفر از آخوند و مسجد و منبرها را بیش از پیش افزایش داده است. حج دارم، من طلبت کمکم کنم. کی باید بکنه؟ مردم. من نوکری میکنم تا وظیفت اینه که حمایت کنی. و سلام، ندیم به جهنم روز قیامت. تو لیاقت نداشتی که به نوکر امام زمان کمک کنی. من لطف میکنم، از مردم پول میگیرم. اینو جدی دارم میگم، به مخاطبم گفتم. گفتم مخاطب تو پول میدی، من دارم لطف میکنم از تو پول میگیرم. برای نوکر امام زمان، برای مال وقفی، برای مسجد خرج میکنم. من که مال خودم نیستم که. یه نفرم لیاقت نداره، برو پول تو خرج دوا دکتر کن. پولی که برای امام زمان خرج نشه، خرج دوا، پول امام حسین نشه، روزه امام حسین نشه، بعد خرج دوا دکتر شه یا بره دخترش کف خیابون جمع کنه. شماره کارت گذاشتم، هر کی حال کرد بده. تازه من توفیقی ها، من توفیقی نوکری کنم، تو هم توفیقی که پولت بده من اینجا خرج کنم. پولت اینجا نه تو میکروفون خرج، برو ساز و دهل آوار بگیر، من جاو تبی نشه کوفت دیگه میشه. دعوت خرج دوا دکتر میشه، دستت بشکنه، کلت بشکنه، خرج دوا دکتر بده. اصلا هم خجالت نکش. آقا فرمود آتش بختار یعنی چی؟ یعنی مسئولین بلاخ هم بد نشون نمیدن، پولم بد نمیدن. برام مردم بگیر مقیاس و خطکشتون صحبت آقا باشه، هر کی مرچی گفت به قسمت کتف سمت راست حساب کنید. مردم، من خرج دارم، به خدا خرج دارم. خب اینم شماره کارت نوشتم، مصرف شخصی میکنم از این شماره کارت. 1000 تومان بدی میخورم، 10000 تومان بدی میرم نون بربری میگیرم، اگر بشه 20000 تومان خاشخاشی میگیرم، اگه بشه 50000 تومان حلیم میخرم.
اگه بشه 100 هزار تومان کله پاچه میگیرم، اگه بکنی 15 هزار تومان جوج میزنم، به اندازه که به من پول بدید میخورم براتون. یا بنده خدا شما آقا این 300 تومان رو دادم بری بخوری، خودم نوکر کردم ازم دمت گرم. خب اصلا تعارف نده، این صراحت ما مخاطب خیلی جذابی، هیچ آبرود نمیره. ما آخوندا بس اینو من از کجا یاد گرفتم؟ یه ذره دوستان گوش بدید، 1400 سال تشیع در این مملکت با پول مردم اداره شده. آقا نه عزیز من نگفتم، دارم توضیح میدم، مخاطب تو باید توضیح باشه. من طلبه میگم آقا من روزی 12 ساعت دارم کار میکنم، تولید محتوا میکنم، اینم شماره کارتم، بعد زندگی من اینجا تامین شه دیگه. من دو رفتم درس خوندم، 20 سال درس خوندم، یه خرج دارم دیگه. کی گفته زن و بچه تو باید انقدر ضعیف بشن که وقتی میری دکتر؟ من مشکل طلبه بود، دکتر گفت اینا گوشت قرمز نخوردن. من امروز دخترم مصاحبهش بود، رفتیم میگه این بچه سوء تغذیه داره. گفتم خب چیکار کنیم؟ اون نیستیم، گوشت تو یخچال نیست، چیکار کنیم دیگه؟ من یه ذره رفتم صدقات عربستان برای بچه‌ها طلبه خودم جمع کردم. تعارف که نداریم مردم الان آقا شما وایسا موبایل فروشی کار کنی بیشتر از طلبه در میاری. موبایل فروشی چی اصلا؟ استمپ بیشتر از طلبه در میاری. من اصلا لایوام هم اسپانیاییه، منبر فارسی هم اصلا نمیرم، نه پامو تو کپ شما میکنم، من کاسبی شما رو خراب نمیکنم. من مخاطبم اون ور آب ازشم پیپال دلار میگیرم. الان 7 8 ماهی که اومدم اینجا خوردم به پی سی ام مردم کانال گذاشتم پول میگیرم، بعد اینکه مخاطب اونم تعدیل شده داداش، دلاری من درآمد داشتم الان تعدیله. من از شهریوری که اومدم جهاد تبیین دارم میکنم، دلارم تعدیل شده، هیچی ندارم الان. واسه همین تو کانال میذارم ملت بدید حداقل. بابا منی که صد زندگیمون بوده الان اینجوری خیلی ظلمه به خدا. یعنی ما کفش 500 دلار هم مخاطبمون جمع میکردیم کفش، الان دیگه شده صفر. چرا؟ چون تولید محتوا نکردیم، گذاشتیم کانالمون دیگه. حالا ما آخوندا به هیچ کی پول نمیدیم، به اسرائیل هم جون نسیم نمیدیم، اما مردم میشه گرفت. آقا ما الان این همه مردم برای امام حسین خرج میکنن، من و تو برای امام حسین چیکار میکنیم؟ ما منبر میریم پول میگیریم، همه سر ایام محرم سفر کل سالشون پول جمع میکنن برای امام حسین خرج میکنن، ما محرم سفر میریم مردم پولاشو میگیریم. ببین نام پاک ایران روی نبیره ویرانگر ایران دختر نتیجه خمینی ایران نامیده شد. آخوند نتیجه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی فرزند تازه متولد شده خود را ایران نامگذاری کرده که همین امر موجب واکنش منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، احمد خمینی اخیراً صاحب یک دختر شده که نام او را ایران گذاشته و این اسم همراه با نام خانوادگی خمینی ترکیب ایران خمینی را به وجود آورده. این ترکیب واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته و یکی از کاربران آن را سمی‌ترین ترکیب قرن توصیف کرده است. مرتضی کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نوشته که احمد خمینی بچه دار شده و اسم بچه‌اش را گذاشته ایران، ایران خمینی. آدم این اسم و فامیل کنار هم به گوشش میخوره افسردگی میگیره. کاربر دیگری به نام کتاب شاه سوم این نامگذاری را طنزی تلخ دانسته و گفته است یه ایرانو میذاشتید برای ما بمونه. احمد خمینی که خود را طلبه حوزه علمیه معرفی میکند، متولد سال 77 و فرزند حسن خمینی است که تولیت آرامگاه خمینی را بر عهده دارد. در ادامه واکنش ها به این نامگذاری، کاربری به نام ارتش آرش به بحران هایی که ایران اکنون با آنها دست به گریبان است پرداخته و آن را دستاورد جمهوری اسلامی خوانده. او در شبکه ایکس نوشته ایران خمینی به معنای ویرانی، گرانی، فحشا، از دست رفتن اعتبار جهانی، ریزگرد، فرونشست، گوشت یخی، پراید، ورشکستگی و خیلی بدبختی های دیگر است. حساب کاربرگی اسرائیل به فارسی هم به این موضوع اشاره کرده و نوشته که نام نبیره خمینی را گذاشتند ایران، همان کلمه‌ای که خود خمینی هم هیچ حسی بهش نداشته و آن را ویران کرد. افزایش هراس حکومت از سالگرد جنبش مهسا، اعضای خانواده حنانه کیا هم بازداشت شدند. همزمان با نزدیک شدن به سالگرد جان باختن مهسا امینی و آغاز خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌ها و اعمال فشارهای امنیتی بر اعضای خانواده کشته شدگان اعتراضات سال 1401 را تشدید کردند تا بلکه به این طریق مانع از برگزاری مراسم سالگرد و جمع اعتراضی مردم شوند. در تازه ترین مورد از این سرکوب ها، یکی از نزدیکان خانواده حنانه کیا از جان باختگان اعتراضات سراسری سال 1401 در نوشهر بامداد دوشنبه 6 شهریور در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که وحید کیا، پدر، معصومه آذری مادر، هلیا کیا خواهر و امیر کیا همسر حنانه کیا با هجوم ماموران امنیتی در استان مازندران بازداشت شده‌اند. هنوز در
درباره اتهام، نهاد بازداشت کننده، مکان بازداشت و وضعیت سلامتی این چهار عضو خانواده حنانه کیا خبری منتشر نشده. حنانه کیا کجوری، دختر جوان 23 ساله اهل نوشهر، 30 شهریور 1401 در جریان اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جان باخت. اعضای خانواده او بعد از قتل حنانه مانند سایر خانواده‌های دادخواه بارها به مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای به دلیل صدور فرمان قتل مردم اعتراض کردند و خواستار محاکمه قاتلان و آمران کشتارهای سال گذشته شدند. معصومه آذری، مادر حنانه کیا، جمعه گذشته در اینستاگرام از دیوارکشی مأموران دور آرامستان محل خاکسپاری دخترش با هدف جلوگیری از ورود مردم در روز سالگرد قتل حنانه خبر داد و نوشت: شما با آن مغزهای پوسیده تان روی یزید و معاویه را سفید کرده اید. شما بویی از انسانیت نبرده اید. مأموران نظام در استان مازندران سال گذشته در مراسم 40 حنانه کیا، محمد رضا بالی 47 ساله اهل نوشهر را به دلیل حضور بر مزار حنانه و تلاش برای نجات دو معترض بازداشت شده دیگر با شلیک گلوله به قتل رساندند. مهسا یزدانی، مادر محمد جواد زاهدی، جوان 20 ساله اهل ساری و جان باخته در اعتراضات 30 شهریور 1401 هم شامگاه 31 مرداد به منظور جلوگیری از برگزاری مراسم تولد محمد جواد بر مزارش دستگیر شد. بر اساس گزارش نزدیکان خانواده زاهدی، ماموران اداره اطلاعات ساری پیش از بازداشت به مادر محمد جواد زاهدی گفته بودند که باید از دادخواهی و اعتراض علیه سران نظام ابراز پشیمانی کند، اما مهسا یزدانی جواب داده بود: من پشیمان نیستم و تا آخرین لحظه دادخواه محمدم میمانم. دیگر اعضای خانواده زاهدی نیز اکنون تحت فشار شدید امنیتی اند و از آنها به اجبار تعهد گرفته شده تا روز دوشنبه 6 شهریور بر مزار محمد جواد مراسم تولد برگزار نکنند. در همین راستا ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، از جوانان بازداشت شده در اعتراضات که با حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شد، نیز از روز 31 مرداد و در پی حمله مأموران در بازداشت است. سرکوبگران در ادامه امیر حسین کوهکن، وکیل خانواده کرمی، را نیز بازداشت کردند و هنوز از وضعیت سلامتی این دو نفر خبری در دست نیست. جمهوری اسلامی گمان می‌کند با بازداشت اعضای خانواده‌های دادخواه می‌تواند در سالگرد قتل مهسا امینی و دیگر جانباختگان خیزش سراسری مانع از شروع دوباره تجمعات اعتراضی شود. به همین خاطر دلیل شماری از خانواده‌های دادخواه که اعضای خانواده‌شان را در دوره‌های مختلف اعتراضات به ویژه خیزش اخیر از دست داده‌اند، روز 3 شهریور با انتشار متنی مشترک در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی مختلف به احضار و بازداشت اعضای خانواده‌ها واکنش نشان دادند. در این متن مشترک آمده: این روزها که هر ساعت یکی از خانواده‌های دادخواه را بازداشت و احضار می‌کنند، سخن را کوتاه و اضافه گویی نمی‌کنیم. بین ما با تن بیجان جگرگوشه‌هایمان بر دوش و شما با زندان‌ها و شلاق‌ها و تهدیدهایتان تنها یک جمله باقی است: قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان. همراهان عزیز و گرانقدر، به پایان این برنامه خبری از آوای ایران رسیدیم. تیم خبری ما با خبرهای بروز و دقیق سعی در آگاهی رسانی شما مردم عزیز داره. با لایک کردن این ویدیو و همینطور نوشتن دیدگاهتون در ارتباط با این اخبار، یاری رسان تیم خبری آوای ایران باشید. عصر خوبی رو پیش رو داشته باشید. تا بخشای بعدی خبر، خدا نگهدار.